در حقیقت البته روز اول نیست که در خدمت وزارت اطلاعات و خدمت گذاری میکنه به وزارت اطلاعات علیه مردم و مقاومت ایران. داستان طولانی هست در واقع، بعد از اینکه از شورا، بعد از اینکه شورای ملی مقاومت از همکاریش با وزارت اطلاعات، بعد از اینکه نامه نوشت با رژیم خمینی، نامه نوشت به خمینی و به خمینی گفت آقا شما بزرگی را از سر بگیرید، خب به همین دلیل بود که شورای ملی مقاومت به اتفاق آرا اون رو از شورا اخراج کرد. در حال یک کسی که غیر از این افرادی که اسم بردم یا بریده مزدورهایی که اسمشون رو نگفتن، یه دو سه مورد هست که اسم نگفتن ولی مشخص هست البته و میدونیم چه کسانی هست و در وزارت اطلاعات گزارشاش موجود هست، غیر از اینا تنها مورد همین بنی صدر هست. حرف چیزی که بنی صدر در واقع میخواد بگه، چیزی که بنی صدر اومده میگه غیر از بقیه حرفایی که دیگران زدن، همین اینهایی که گفتم، روی یک نکته متمرکزه. بحث میکنن در صحبتایی که دارن، بحث میکنن سر شورای ملی مقاومت و مجاهدین. میگه کاملا همینطور است، شورای ملی مقاومت و سازمان مجاهدین یک پدیده هستن، چیزی غیر از مجاهدین در مجاهدین در شورای ملی مقاومت چیزی غیر از مجاهدین وجود نداره. من حتی میتوانم به شما بگویم که بعد از رفتن من، یعنی بعد از رفتن بنی صدر از شورا، من تنها عضو مستقل شورای ملی مقاومت بودم و با من همه اعضای مستقل شورای ملی مقاومت این شورا رو ترک کردن. من میتونم امروز به شما بگم که شورا وجود خارجی نداره، این در واقع سازمان مجاهدینه و هیچ چیز دیگری نیست. آنها فقط خودشون رو شورا میگن برای اینکه ایزوله نشند. اونها میخوان، جمله جالبیه واقعا، میگه آنها میخوان از تصویر سمپاتیک من استفاده کنند، از مشروعیتی، از تصویر